خبر دستگیری یک زن هلندی در رابطه با ترور دکتر آلخو ویدال کوادراس، نایب رئیس پیشین پارلمان اروپا، ابتدا در رسانه‌های هلند و بعد هم در رسانه‌های دیگه منتشر شد. در این باره گفتگویی داریم با خانم مونا دولتی از هلند. سلام می‌کنیم به شما خانم دولتی و خیلی خوش آمدید به این برنامه. مرسی، منم سلام می‌کنم به شما و همه دستاندرکاران سیمای آزادی و بینندگان عزیز. مرسی که منو به این برنامه دعوت کردین. بله خواهش می‌کنم. خانم دولتی، خبر این دستگیری در رسانه‌های هلند چه بازتابی داشته و رسانه هلندی چطور به این خبر پرداختن؟ یکم خود موضوع خبر رو مگه میشه برامون توضیح بدید که چی هست داستان؟ واقعیتش این که خب خیلی از رسانه‌های هلندی به این قضیه پرداختن، ولی نه به اون صورتی که من انتظار داشتم. اما این زن سه‌شنبه هفته پیش در یکی از شهرهای جنوبی هلند به اسم دنبوش دستگیر میشه. خیلی هویتش هنوز فاش نشده، ولی بر اساس اطلاعاتی که وجود داره 26 سالشه و با اون موتور سواری که در 9 نوامبر قصد ترور آقای ویدالو داشت با برادر اون معلومه که ارتباط داشته. و اینکه همچنین به این قضیه اشاره میکنن که این زن منابع مالی این ترور رو تامین میکرده. مثلا چند روز قبل از اون حادثه یه موتورسیکلتی میخره که اتفاقا این همون موتورسیکلتی بوده که اون مظنون در اون روز ازش استفاده میکنه که بعدش هم میسوزونن و ولی باز پلیس پیدا میکنه. اما همچنان مشخص نیست که انگیزه این زن چی بوده، آیا فردی بوده یا اینکه مثلا این اقدامو به خاطر دستور دیگران عملی کرده. ولی باید به هر حال تا 3 ماه وایسیم تا ببینیم که آیا دادگاه هلند قبول میکنه که این زن به اسپانیا استرداد بشه یا نه. موضوع دیگه ای که خب توی خود همین رسانه ها بهش پرداختن در رابطه با کارنامه خود آقای ویدال بود، تجربه کاری ایشون چه در پارلمان اروپا چه در کشور اسپانیا، و به این اشاره کردن که ایشون از حامیان اپوزیسیون ایران بوده، البته بدون اینکه اشاره کنن که اسم این اپوزیسیون چیه. و با اینکه هنوز تحقیقات پلیس کامل نشده، ولی یه فرضیه خیلی بزرگی وجود داره که این کار توسط رژیم طراحی شده، که خب خود آقای ویدالم به این قضیه مطمئن هست به خاطر اینکه ایشون اگه اشتباه نکنم یکی از نفرات اول لیست سیاه رژیم هم قرار گرفته، که خب این نشون میده که انگیزه برای رژیم برای از بین بردن آقای ویدال خیلی بالاست. ولی در مجموع برای پلیس، مخصوصا برای پلیس هلند، خیلی فرضیه دور از ذهنی نیست، مخصوصا اینکه توی خود هلند طی چند سال اخیر دو ترور انجام شده. اتفاقا یکیشون که در دسامبر سال 2015 بود که یک ایرانی به قتل رسید که ایشون مخالف جمهوری اسلامی بودن، فرد قاتل که اسم مستعارش نوفل بوده که خوشبختانه الان توی زندانه و حکم حبس ابد گرفته، معلوم میشه که به یکی از این مافیاهای بزرگ هلند وصل بوده و حتی توی این رسانه ها به این قضیه اشاره میکنن. یعنی انگاری که این سابقه رژیم قشنگ تو خون رژیمه که هر وقت که رژیم میخواد مخالفانش رو در خارج از کشور از بین ببره، متوسل میشه به این باندا و گروه های مافیایی مواد مخدر، آدمکش، که بتونه از طریق اونا اهداف شومش رو عملی کنه. که جالبش اینه که اتفاقا چیزی که در اومده، میگم اطلاعات دقیقه هنوز کامل در نیومده، ولی گفتن که این زن هم ارتباط داره با این گروه مافیایی، مخصوصا با یکی از سردسته های این گروه که اتفاقا ابتدای همین امسال اسمش تاخیه خیلی توی این هلند صدا کرد به خاطر اینکه واقعا مرد جنایتکاریه و اونم به حکم حبس ابد محکوم شد. در مجموع سوالی که واقعا اینجا پیش میاد، الان من داشتم توی گزارشات شما میبینم واقعا توی وضعیت اقتصادی بد رژیم چرا باید
اصلا چجوری میتونه با این گروه های مافیایی ارتباط برقرار کنه؟ آدم تا خودش تروریست نباشه، فاسد نباشه، جنایتکار نباشه، چجوری اصلا میتونه تو این گروه ها راه پیدا کنه؟ و همین آدم کشی مخصوصا توی خارج از کشور اصلا ارزون نیست، یعنی باید هزینه خیلی بالایی رو رژیم متقبل بشه برای اینکه بخواد این کار رو بکنه، مخصوصا توی زمانی که این همه شرایط اقتصادی توی ایران خرابه و واقعا مردم دارن رنج میکشن از این قضیه. یه دلیل دیگرش هم من فکر میکنم همین قضیه مماشاتیه که سالیان این دول غرب سعی میکنن که در قبال رژیم اتخاذ کنن. اصلا بعضی موقع فکر میکنم واقعا انقدر اینا این سیاست رو انجام دادن، این چشپوشی از این جنایات رژیم اصلا توی سیستمشون نهادینه، براشون عادت شده. بله دقیقا براشون عادت شده و خیلی براشون سخته که بخوان تغییر بدن مخصوصا. ولی دیگه الان من فکر میکنم زمانیه که خب دیگه به این قضیه رسیدن، دیگه کل اروپا، خیلی از سیاست مداران دارن قشنگ به این اشاره میکنن که سر مار در تهرانه، و از طرف دیگه هم میبینن که این گروه های اسلامی تند رو چجوری توی کشوراشون با کمک رژیم دارن گسترش پیدا میکنن و آکتای تروریستی انجام میدن. واقعا زمان آن رسیده، همونجور که خانم مریم رجبی طی سالیانه که داره تکرار میکنه، زمان آن رسیده که باید مبارزه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی و آلترناتیو اونو به رسمیت بشناسن، کما اینکه نه اینکه فقط اینا اصلا موظف هستن که به مسائل حقوق بشر کشورهای دیگه اهمیت بدن تا بتونن روابط اقتصادیشون رو ادامه بدن، اما برای آینده کشور خودشون هم خوبه. الان میان مماشات میکنن، یه سری میان باج میگیرن، ولی واقعا این روابط اقتصادی کوتاه مدته که بهش توجه میکنن. اگر این رژیم عوض بشه قطعا برای کشورهای خودشون هم خیلی میتونه مفید باشه و حتی در سطح جامعهشون. بله. اطلاعات خیلی کم بود از این زن، میگم هنوز هویتش خیلی به صورت کامل فاش نشده. اما شما گفتید که تو رسانه های هلندی نقش رژیم هم گفتید اشاره کردن به حال یا نکردن توی این رسانه هایی که شما دنبال کردید؟ بله 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 کردن. بله به عنوان یه فرضیه اشاره کردن که ممکنه که کار رژیم باشه. میگم مخصوصا برای هلند این اصلا چیز عجیبی نیست چون این اتفاق دوبار افتاده. بله. دو تا ترور در صورت که همون زمان باید سفارت خونه ها رو میبستن یا واقعا یه قاطعتر در مقابل رژیم وای میسادن، ولی همش دو نفر رو اخراج کردن. و ولی خب اینطور که شما الان داشتید اشاره میکردید، اگر که این تحقیقات جلو بره، حتی اونایی هم که خواهان مماشات هستن، به هر حال وقتی که سر مار اینجا هم پیدا بشه، سر کلش، اونها مجبور میشن تو سیاستاشون شاید تجدید نظر بکنن. به هر حال ممنونیم از شما از توضیحاتی که دادید در رابطه با انعکاس رسانه های هلندی از این اتفاقی که اونجا افتاده، و پیگیری میکنیم اگر هم باز خبرهای بیشتری بود در هفته های آینده. خیلی ممنون که با ما همراه بودید و در این گفتگو شرکت کردید. مرسی، خیلی ممنون. خواهش میکنم. خدا نگهدار شما.